من تو سوئیس بودم، میخواستم با سر برم تو دیوار. گفتم آخه این کشور 64000 کیلومتر مربع وسعت داره، بعد بیش از 60% کوهستانه، غیر قابل استفاده است. 8 میلیون جمعیت داره، 24 میلیون گاز داره. تولید ناخالص ملیش برای هر نفر سالی 135,000 دلاره. نه نفت داره، نه گاز داره. بیای نگاه میکنی ببینی هر گوشه این مملکت وجوده. بیای نگاه میکنی ببینی این وقت طلا داری، اون وقت گاز داری، اون وقت آدم من صنایع داری، همه چی داری. بالا و پایین کشور ثروته. زورت میاد، میدونی زورت میاد. خیلی زحمت کشیدیم اینجا، خیلی. نمیفهمم. من وقتی معلم رو تو سوئیس میدم، یه معلم کشور درآمدش معادل یک نماینده پارلمان. خب اون معلم وقتی میره سر کلاس به بچه داره چی یاد میده؟ اون معلمی که تو ایران میره سر کلاس قصد داره چی میتونی یاد بده؟ اون اولی سوالی که سر کلاس میپرسه این بابا چی کار هست؟ کیو بتونه بره تدریس خصوصی واسش بکنه؟ میگه پرنده های قفسی عادت دارن به کسی، هر کی بریزه شادونه فکر میکنن خداشون، یه عمر بی حدیدن با آسمون قدیدن. این همه نعمت از ما همیشه بی نصیبن. بعد یه جاش میگه قفس به این بزرگی، کاش که پرنده بودم، مهم نبود پدیدن، ولی پرنده بودم. نه امام زمانی و نه قرآنی و نه احکام خدا، شما شهادت را برای خودتون فوز میدانید برای اینکه مثل مثلا سوئیس بشی. شما قرآن را میخواد، شما برای اسلام قیام کردید. هر جا که گفتن جمهوری بدونید که توطئه است. روزگار غریبی است، روزگار غریبی است نازنین.